انجمن پادشاهی ایران هوشنگ رادخو با درود به هموطنان گرامی سه‌شنبه 31 جون از آغاز باید که دانی درست سر مایه گوهران از نخست که یزدان زنا چیز آفرید بدان تا توانایی آرد پدید. از این جهت هموطنان گرامی سخنم رو با سخن فردوسی شهریار سخن آغاز می کنم. از اونجا که بنیاد و بنیان این ملت و این کشور براستی بر دانش و خرد هست، چرا باید در گام نخست متوجه یزدان بود؟ زیرا که چنانچه از یزدان فاصله بگیریم، هموطنان گرامی، با نام یزدان و با نام آفریدگار و با هر نامی میتونیم به بیراهه بریم. چگونه باید مواظب باشیم که از یزدان فاصله نگیریم؟ باید متوجه فرهنگ و دانش و خرد این سرزمین باشیم. به نام خداوند جان و خرد رو باید متوجهش باشیم. ستایش خرد رو باید متوجهش باشیم. نخست آفرینش خرد رو باید متوجهش بود. اگر متوجه خرد نباشی، شیطان آماده است و ناراستی آماده است، جهل و نادانی و به قول معروف بیخبری آماده هست که شما رو و ما رو به کام خودش ببره، به کام تاریکی رفتن. به راستی جز نابودی چیزی نیست. پس همواره باید متوجه یزدان بود. چرا یزدان از ناچیز چیز می آفرینه و به چه منظور توانایی رو به وجود میاره؟ برای اینکه من و شما توجه داشته باشیم که باید توانا باشیم، زیرا که ما نمایندگان یزدان پاک در روی زمین هستیم. چنانچه بخواهیم از توانایی، از خرد و از فره ایزدی و از خاص آفریدگار جهان و یزدان پاک فاصله بگیریم، با مشکل روبرو میشیم. مشکل چی هست؟ کلیه نیازهایی رو که باید خودمون برآورده بکنیم واگذار یزدان میکنیم. خدایا مثلا ایران رو آروم کن، یزدان بهت میخنده. خدایا مردم ایران رو آزاد کن، بهت میخنده یزدان. دیگه نمیفهمی، هنوز فاصله داری، هنوز به شیطان نزدیکتری تا به من. خدایا به من پول بده، خدایا به من آزادی بده. اینا سخنانیه که براستی یزدان پاک به خردت بخنده، میگه من تو رو از ناچیز آفریدم و توانایی و خرد رو بهت دادم، به عنوان نمازنده خودم روی کره زمین فرستادمت. هنوز ناتوان و هنوز سرفکنده، خواست خودتو به عنوان به گونه دعا و التماس مطرح میکنی. این شیوه آخرینشه
was on all his ferocity in انتظار آفریدگار عالم از انسان نیست گرامیان میخواد که توانا باشی و آنچه که میخواهی از راه درست از راه یزدان پاک باید بهش برسی آفرینش هنر و خرد و دانش مقوله هایی هست که در واقع از جناه و در جناه راستی و در جناه درستی هستم وطنان گرامی فاصله نگیریم از خرد فاصله نگیریم از توانایی نپذیریم سرفکندگی و در بدری رو نپذیریم اینکه دیگران بخوان برای من تکلیف تعیین کنم اگر روزگاری به دست کسی افتادم و توان مبارزه نداشتم و امکان تصمیم گرفتن رو نداشتم چاره ای نیست که بپذیرم که دیگران برای من تصمیم بگیرن ولی به عنوان یک انسان آزاد در یک جامعه آزاد در یک فضای دموکراتیک در یک فضای هیومن شما نمیتونید سرفکنده باشید و از خدا چیزی بخواهید دعا کنید خدایا این به راستی که دعا کردن برای مسائل اساسی و ابتدای زندگی فاصله گرفتن از خرد است من دعا می کنم برای آسایش مردم گیتی من دعا می کنم برای خیرد مردم گیتی من دعا می کنم برای صلح مردم در جهان ولی من دعا نمی کنم که خدایا به من پول بده خدایا به من آزادی بده خدایا یه کاری کن که مثلا ما حاکم بر سرنوشت خودمون بشیم خدا میخنده بهتون هموطنان گرامی مخصوصا هموطنان خارج از میهن که به جای اینکه به مبارزه به پیوندید به جای اینکه تئوری برای مبارزه داشته باشید میایید و دست به دامن دعا میشید چشمتون به دست ارباب هست منتظرید که دیگری شما رو رها کنه و منتظری که دیگری کشور شما رو آروم بکنه و سرزمین شما رو آزاد بکنه و بده دست شما که هموطنان گرامی این رو خوب میدونن که آزادی چیزی نیست که کسی به کسی بده دموکراسی چیزی نیست که کسی به کسی بده و اینها در واقع حتی اگر توسط دیگران به انسان داده بشه انسان توان پاسبانی و نگهداری از اون رو نخواهد داشت مگر آنکه لیاقت در واقع کسب اون رو نشون بده ابتدا باید خودت به اندازه‌ای رشد کرده باشی که معنی آزادی رو بفهمی معنی دموکراسی رو بفهمی بعد موقعی که به دست آوردی نه موقعی که بهت دادن موقعی که براش مبارزه کردی براش سرمایه گذاری کردی سرمایه گذاری نه هموطنان گرامی همش پول هست نه سرمایه گذاری زمان هست سرمایه گذاری تصمیم هست سرمایه گذاری دلاوری هست و نترسیدن از مرگ نترسیدن از دست دادن امتیازات نترسیدن از این که به قول معروف مورد مثلا بیمهری قرار گرفتن